سلام به همه دوستان عزیز، به کانال آموزشی ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، ویدیو امروز ما درباره ساخت یک آچار فروکش فلکی یا فلایویل برق موتورسیکلت هست. خب ما برای شروع کار احتیاج به 2 تا سیدک طبقه خودروی پراید داریم. نیازی نیست که نو تهیه کنید، به هر جلوبندسازی که مراجعه کنید داخل ضایعاتشون دارن و کلن 2 یا 3 کیلو وزنشه و کیلویی هم که بخواید پرداخت کنید کلن روی هم 50-60 هزار تومان میشه. یکی از طبق ها رو بر میداریم و قسمت سیبک رو تا اول بوش وسطی علامت میزنیم، برای اینکه اون قسمت رو باید برش بدیم. خب طبق رو به گیره محکم میبندیم و قسمت سیبک تا اول بوش رو که علامت دادیم به طور کامل با سنگ فرز جدا میکنیم. بعد از جدا کردن سیبک بایستی 2 تا برش دیگه ما روی این گوش وسطی بزنیم و مطابق ویدیو علامت میزنیم و برش اولی رو انجام میدیم. برش اولی رو انجام دادیم، محل برش دوم رو هم علامت میزنیم و انجامش میدیم. در اصل این 2 تا برش روی بوش وسطی برای این بود که سر چنگک ما شکل بگیره. خب چنگکمون رو به پشت فلکه برق میچسبونیم تا بفهمیم که چه مقدار دیگه باید اون رو فرسکاری کنیم. قسمت مورد نظر رو علامت میزنیم و دوباره قطعمون رو به گیره میبندیم تا اون قسمت اضافه رو با فرز برش بزنیم و بعد از انجام کار میبینید که نوک چنگکمون به راحتی میتونه پشت فلکه برق قرار بگیره. حدودا نوک چنگک 1 الی 1.5 سانتی پشت فلکه برق قرار بگیره کافیه. نوک چنگک آچار فروکش ما بعد از چند بار فرسکاری آماده شده و حالا نوبت ساختن چنگک بعدی هست. سراغ طبق بعدی میریم و همین مراحل رو با اون هم انجام میدیم. دو تا قطعه آچار فروکش ما آماده شده، حالا باید یک برش دیگه روی هر کدوم از چنگک ها انجام بدیم. دوستان طول هر کدوم از چنگک های آچار فروکش ما حدودا 20 سانتی باشه کافیه. مطابق ویدیو قطعه رو به گیره میبندیم تا برش رو انجام بدیم و بعد از انجام این کار سراغ اون یکی دیگه چنگک میریم و با اونم همین کار رو انجام میدیم. بعد از برش هر دو چنگک ما از یک اسبک شکسته شده موتورسیکلت به عنوان یک لولا برای باز و بست کردن دهنه هر دو چنگک استفاده می کنیم. برای انجام این کار باید قسمت انگشتی ها
و مین تایپ اسپک ها رو به طور کامل جدا کنیم. اسپک رو به گیره میبندیم، ابتدا قسمت انگشتی ها رو برش میدیم و بعد از اون نوبت بریدن قسمت میل تایپ هاست و بعد از انجام این کار با اون یکی دیگه طرف اسپک هم همین کار انجام میدیم. بعد از برشکاری روی هر دو طرف اسپک، نوبت جوش دادن چنگک به روی محور انگشتی هاست. دوستان، برای اینکه قسمت ته چنگک ها روی محور انگشتی ها خوب جوش بخوره، لازمه که قسمت ته چنگک رو با فرز روشون یک شیار ایجاد کنیم. این به خاطر اینه که محور انگشتی ها حالت برآمدگی داره و اینجوری قسمت ته چنگک به خوبی با محور انگشتی ها متصل بشه یا خوب جوش بخوره، چون فشار خیلی زیادی روی این هر دو قسمت هست. خب، اسپک رو به گیره میبندیم و قسمت تهی چنگک رو مطابق ویدیو به محور اسپک میچسب کنیم و دور تا دور اون رو جوشکاری میکنیم تا خوب محکم بشه. بعد از جوشکاری میتونید نحوه قرارگیری هر دو چنگک در روی محور انگشتی ها رو ببینید تا بهتر متوجه شید و بعد نوبت جوشکاری هر دو قطعه بعدی هست. بعد از جوش دادن هر دو چنگک ها به اسپک ها، نوبت اینه که طول هر دو قطع اسپک رو یک اندازه کنیم. برای این کار کافیه که اون قسمت پیچ وسط اسپک رو به طور کامل حذف کنیم. تو این قسمت میخواییم با یک مهره سایز 24 هر دو چنگک رو به هم متصل کنیم. دوستان، چون فشار خیلی زیادی به آچار فروکش ما میاد، بایستی ما اون قسمت آچارخور مهره 24 رو دو تا برش بدیم تا هر کدوم از اسپک ها
مطابق ویدیو داخل اون جا بشه و اینجوری بتونه فشار خیلی زیاد رو تحمل کنه. بعد از برش دو سمت مهره سایز 24 میتونید نحوه قرارگیری اسبک ها داخل شیار مهره رو ببینید و بهتر متوجه بشید. نوبت جوش دادن هر کدوم از اسبک‌ها داخل شیار مهره هست. قبل از جوش دادن دقت کنید که مهره باید در وسط آچار قرار بگیره. برای این کار خود آچار رو با آهنربا تنظیم کنید تا فاصله هر دو چنگک با همدیگه یکسان و یک اندازه باشه. خب یه طرف اسبک ما به مهره جوش داده شد. برای متصل کردن طرف دیگه باید دقت داشته باشیم که فاصله و طول هر دو چنگک با هم مساوی باشه. خب آچار ما تقریبا آماده شده. ما از یک پیچ مهره 10 سانتی سایز 14 به عنوان اهرم یا پیچ فشار آچار استفاده میکنیم. همونطور که میبینید این پیچ 10 سانتی ما برای رسیدن به پیچ میلنگ کوتاهه و خب ما از یک پیچ تنظیم آچار انبر قفلی برای این کار استفاده میکنیم که یک دلیل خیلی مهم داره که در ادامه ویدیو بهش اشاره میکنیم. خب هر دو پیچ رو با جوش به همدیگه محکم میکنیم. پیچ اصلی اهرم ما دیگه کاملا آماده شده. فقط میمونه مهره که باید به پشت مهره سایز 24 جوش بخوره. آچار فروکش ما به طور کامل آماده شده. دوستان این آچار هر نوع فلک برقی که متعلق به هر موتورسیکلتی باشه چه داخل روغن و چه بیرون به راحتی برای ما باز میکنه. نوبت امتحان آچار ما هست. ابتدا پیچ سر میلنگ رو باز میکنیم و میبینیم که فلک برق صفر شده و به راحتی در میاد. خب دو تا چنگک آچار رو به اندازه فلکه برق
باز میکنیم، بهتر یکی از چنگک ها روی حرف تی انگلیسی که روی فلکه برق نوشته شده که همون خار میلنگ هست قرار بگیره، اینجوری فلکه برق راحت‌تر در میاد. دوستان دیدید که آچار ما به خوبی کار کرد و دلیل استفاده ما از پیچ انبرقفلی برای نوک آچار این بود که موتورهای بوبین تو روغن یک پیچ داخل میلنگشون بسته میشه، برخلاف این مدل موتورها که یک مهره سر میلنگ بسته میشه و خب اون نوک پیچ انبرقفلی برای فلکه برق در روغن خیلی مناسب هست.